سلام. نسخه اول لیتل نایتمرز با اینکه توی نمایش‌هاش شبیه بازی‌های استودیوی پلی‌دد به نظر می‌رسید و حس می‌شد که می‌خواد از محبوبیت بازی‌های مثل لیمبو و اینسایت سود ببره، ولی این ساخته استودیوی تارسیر تونست تا حد زیادی تجربه منحصر به فردی از یه اثر پازل پلتفرمر با حال و هوای ترسناک باشه. حالا تو فاصله چند روز مونده به انتشار لیتل نایتمرز 2 بریم سراغ ویژگی‌های جدید و جالب این نسخه که می‌تونن اون رو به بازی به مراتب بهتر نسبت به نسخه اول تبدیل کنه. داستان لیتل نایتمرز 2 مدتی بعد از اتفاقای قسمت اول شروع میشه. سیکس، شخصیت اصلی نسخه قبلی، بعد از فرار کردن از ما با پسری به اسم مونو آشنا میشه. پسری که یه ماسک عجیب کاغذی رو سرش داره و شخصیت اصلی نسخه دوم محسوب میشه. لیتل نایتمرز 2 به جای جریان داشتن توی فضای نسبتاً محدود و کوچیک، این بار ما رو قراره به یه شهر ببره که به اسم پیل سیتی معرفی شده. جریان این شهر رو کلن خود بازی از این قراره که یه مرد مرموز که اگه DLC نسخه اول رو بازی کرده باشین باش آشنایی خیلی جزئی هم دارین، با شستشوی مغزی اهالی شهر اونا رو به یه سری معتاد به تلویزیون تبدیل کرده و حالا مونو و سیکس باید خودشون رو به برج سیگنال برسونن و همه رو از این وضعیت نجات بدن. راستی تا یه آدم نرفته اشاره کنیم که درست لیتل نایتمرز 2 دنباله نسخه اول به حساب میاد، ولی خب کلن شخصیت جدیدی داره و وقایعش هم به شکلی نیستن که وابستگی زیادی به نسخه قبل داشته باشن. پس اگر لیتل نایتمرز رو بازی نکردین خیلی هم نگران نباشین، ولی اون تجربه رو از دست ندین اصلا. همونطور که اشاره کردیم توی لیتل نایتمرز 2 مونو شخصیت اصلی بازی به حساب میاد و بازیکن‌ها کنترل این پسرک رو بر عهده دارن. سیکس هم قراره به عنوان کاراکتر همراه که توسط هوش مصنوعی کنترل میشه ما رو همراهی کنه و توی حل معماهای بازی کمک حالمون باشه. با دیدن همکاری این دوتا کاراکتر با هم ممکنه براتون سوال پیش بیاد که آیا بازی حالت کوآپ هم داره که هر کی یکی از این شخصیت‌ها رو کنترل کنه؟ که باید بگیم متأسفانه خیر. طبق گفته دیو مرویک طراح روایت بازی، تیم سازنده به این نتیجه رسیده که داشتن حالت کوآپ میتونه به ضرر اتمسفری باشه که میخوان خلق کنن و برای همینم قیدشو زدن. اما خب درسته که کوآپ نداریم، ولی لیتل نایتمرز 2 یه سری ویژگی جدید گیم پلی نسبت به نسخه قبل داره. اولا که به لطف بزرگتر شدن دنیای بازی، تنوع دشمن‌ها هم خیلی خیلی بیشتر شده و مثلا توی نمایش‌ها از یه دست قطع شده که به شکل ترسناکی دنبالمون می‌کنه گرفته. چرا؟ تا انواع و اقسام موجودات وحشتناک رو شاهد هستید که هیبتی چندین برابر شخصیت‌های بازی دارن. طبیعتاً اصلی‌ترین راه شما برای مقابله با این تهدید کشتنشون که نیست. اولا فرار کردنه و بعد هم استفاده از مخفی کاریه که مکانیک‌های آشنایی توی لیتل نایتمرز به حساب میاد. ولی خب تو نسخه دوم جدا از این کارا، کاراکتر مونو امکان استفاده از یه سلاح‌ها رو هم برای کشتن دشمنا یا حل پازل‌ها داره. البته اصلا و ابدا انتظار اینو نداشته باشین که سلاح سر تو دستتون بگیرین و همه رو اینجور سلاخی کنین، چون نه مونو جسه این کارو داره و نه اسلحه‌هاش قدرت کافی برای کشتن دشمنای عظیم و جسه بازی رو. جدا از فرار یا مبارزه با دشمنان، لیتل نایتمرز 2 پازل های مختلفی هم ارائه میده و ویژگی های پلتفرمر هم توی اون دیده میشه. پس حسابی خودتون رو آماده پرش از روی سکوها، فرار از تله ها و همکاری با سیکس برای حل پازل ها کنید. و خبر خوب این که سازنده ها اعلام کردن توی نسخه دوم کنترل های بازی به مراتب روونتر و بهتر شدن تا بازیکن ها بتونن واکنش های سریع تری نسبت به اتفاقای مختلف داشته باشن. بازی لیتل نایتمرز 2 23 بهمن برای PS4، Xbox One، نینتندو سویچ و PC منتشر میشه. البته موقع انتشار نسخه نسل نهمی بازی، نسخه PS4 به PS5 و Xbox One به Xbox سری X و S به صورت رایگان ارتقا پیدا میکنه. لیتل نایتمرز 2 علاوه بر نسخه استاندارد $30، یه نسخه دیلاکس دیجیتالی شامل محتویات قابل استفاده توی بازی مثل یه ماسک مخصوص برای مونو و همینطور یه نسخه کالکتور با آیتم‌های فیزیکی از جمله استیل بوک و یه ست تلویزیون جالب هم داره که به اسم نسخه TV شناخته میشه. در نهایت اینم بگم که برای آشنایی بیشتر با بازی میتونین دموی رایگان اون رو هم دانلود و تجربه کنین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. نظر شما راجع به لیتل نایتمرز 1 چی بود و آیا برای لیتل نایتمرز 2
هیجان دارین یا نه. مثل همیشه یادتون نره اگه هنوز مشترک کانال ما نیستین و دارین این ویدیو رو توی یوتیوب نگاه میکنین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله هم که اینجاست، من اگه اشاره کنم میره پشت تلویزیون، بزنین که چی؟ که هی نوتیفیکیشن بگیرین از سمت ما، هی این گوشیتون یا موبایلتون یا هر چی هی زنگ بخوره، بخاطر اینکه ویدیو خیلی میخوایم بریم. ولی جدی زنگوله رو بزنین، به محض انتشار ویدیو جدید متوجه میشین و میتونین تماشاش کنین. مرسی که با ما بودین، تا ویدیو بعدی خدافظ.